سلام و درود به شما. رشا بهمنی هستم، پزشک عمومی. در این برنامه می‌خوایم در رابطه با اثر خالکوبی روی پوست و نکات بهداشتی که قبل از خالکوبی باید رعایت بشه با شما صحبت کنیم. آیا خالکوبی باعث عفونت و حساسیت‌های پوستی میشه؟ از بین بردن خالکوبی با لیزر چه تأثیری روی پوست می‌گذاره؟ آیا سیر و سرکه باعث کاهش فشار خون میشن؟ و تماشای فیلم های پورن روی رابطه زوج ها چه تأثیری میگذاره؟ خیلی از شما از ما خواسته بودین که در رابطه با بهداشت خالکوبی براتون برنامه تهیه کنیم. هر روز تعداد بیشتری از نوجوانان و جوانان به خالکوبی علاقه‌مند میشن. به همون اندازه هم نگرانی ناشی از انتقال بیماری های عفونی و حساسیت های ناشی از خالکوبی بیشتر میشه. به خصوص که در ایران خالکوبی یا به صورت زیرزمینی یا در بعضی از آرایشگاه ها توسط افرادی انجام میشه که یا آموزش های لازم رو ندارن و یا اینکه اطلاعات کافی ندارن. نازنین معتمدی به یکی از بزرگترین نمایشگاه های خالکوبی لندن رفته و برای ما گزارش تهیه کرده. فقط بگم که بعضی از صحنه های این گزارش ممکنه دلخراش باشه. بهشت کسایی که کشته مرده خالکوبی هست. نمایشگاه سالانه خالکوبی در لندن. این بازدیدکننده‌ها نفری 80 دلار ورودی دادند تا معروف‌ترین هنرمندهای خالکوب دنیا رو از نزدیک ببینن و اگه شانس یاری کرد یه خالی هم بکوبند. به نظر من خالکوبی کردن مثل بله گفتن سر عقده. تصمیمیه که تعهد میدی یک عمر پاش واستی. به این راحتی هم نمیتونی از دستش خلاص شی. در خالکوبی، جوهر با دستگاهی آهنی به لایه ضخیم‌تر داخلی پوست تزریق میشه. نوک این دستگاه یه سری سوزن هست که بسته به نوع دستگاه 50 تا 3000 بار در دقیقه داخل پوست فرو میره. این دستگاه خالکوب 9 تا سوزن داره. 4 تا سوزن تو ردیف اول هست و روش 5 تا سوزن دیگه مثل چنگک قرار میگیره. امکان نداره بتونی طرح‌های پیچیده رو با دستگاه‌هایی که یک دونه سوزن دارن انجام بدی. کل پوست رو پاره می‌کنه. از استیف می‌پرسم از نظر بهداشتی چه نکته‌هایی رو باید قبل از خالکوبی بدونیم؟ هم باید مجوز سالن یا استودیو رو چک کنی، هم مجوز هنرمند خالکوب. مجوز محل کار و شهرداری هر منطقه صادر می‌کنه و معمولاً باید روی دیوار باشه که همه بتونن ببینن. هنرمند خالکوبم باید دوره‌های آموزشی رو گذرونده باشه و مدرکش رو گرفته باشه. چجوری بفهمیم یه سالن یا یه استودیو از نظر بهداشتی تمیزه؟ مهمترین نکته اینه که چطور ابزار کار رو استریل می‌کنن. این روزا اکثر وسایل یه بار مصرفه. حتی گیره این دستگاه جدا میشه و ضد عفونی میشه. مثل قدیما نیست که مجبور بودیم سوزن خودمون بسازیم و همه چیزو دستگاه اتوکلاو استریل کنیم. الان هم گاهی از اتوکلاو استفاده میکنیم، اما 90% مواقع چیزها رو بعد از مصرف میریزیم دور. در مورد جوهرها برای مشتری خیلی سخته که بدون سالمن یا نه. همشون تاریخ انقضا دارن، اما مهمه که هنرمند خالکوب رو درست انتخاب کنید و مطمئن باشین که اون همه این چیزها رو براتون چک میکنه. و با تمام این احتیاط‌ها بازم ممکنه نتیجه اونی نشه که انتظارش رو داشتیم. یه جستجوی اینترنتی ساده نمونه هاش رو بهتون نشون میده. اگه ابزارها ضد عفونی نشده باشن و سوزن نو مصرف نشه، امکان بروز حساسیت های پوستی و بیماری های عفونی مثل هپاتیت B و C و ایدز وجود داره. من هیچ وقت نه جرأت خالکوبی کردن رو داشتم، نه قدرت تحمل دردشو. راستش چند باری وسوسه شدم، ولی هر بار فکر میکنم این خالکوبی تو سن 70-80 سالگی روی بدنم چجوریه، سری منصرف میشن. اما گویا همه مثل من فکر نمی کنن. آمار نشون میده توی بریتانیا از هر 5 نفر یه نفر خالکوبی داره. البته اینو هم باید بگم که از بین کسایی که خالکوبی دارن 14%شون پشیمونن. برخلاف هلنا که 37 سالشه و میگه امکان نداره پشیمون بشه. این ببر که دارم خالکوبی میکنم از سمبولهای بودیسمه. خالکوبی های نمادین که از من در مقابل شر و اهریمن و بدی های روزگار محافظت میکنن. یه ببرم اون سمت پهلوم دارم و 3 تا کوچیکم پشت کمرم خالکوبی کردم.
از وقتی این نقش‌ها رو زدم احساس می‌کنم اعتماد به نفسم بیشتر شده و مطمئنم که پشیمون نمی‌شم. گمونم تو سنی هم هستی که به این تصمیمت به اندازه کافی فکر کردی. دقیقاً و خوشحالم که تا 37 سالگی صبر کردم، چون وقتی نوجوانی حاضری هر طرحی رو روی تنت خالکوبی کنی. چقدر درد داره مثلا تو بازه 1 تا 10؟ حدود 3 و 4ه. جاهایی از بدن که کمتر گوشتی باشن و عصبهای بیشتری ازشون رد شده باشه، موقع نقش زنی با سوزن بیشتر از همه درد میگیره. مثل پیشونی، گردن، ستون فقرات، دنده ها، انگشتای دست و قوزک پا. حس خارش، سوزش، گزیده شدن گاهی حتی میتونه از درد هم آزاردهنده تر باشه. در نمایشگاه خانومی رو دیدم که برای اولین بار برای زنهایی که بعد از جراحی سرطان تخلیه پستان شده بودن خالکوبی کرده بود. خالکوبی رو از 40-50 سال پیش شروع کردم. اولین باری که روی زخمهای پستان خالکوبی کردم سال 1985 بود. 30 و خورده‌ای سال قبل که در سانفرانسیسکو کار میکردم. کسانی که اون موقع میومدن سراغم هم از نظر جسمی هم از نظر روانی رو به بهبود بودن. پوشوندن زخمهای پستان با خالکوبی براشون انگار خاصیت درمانی داشت. انگار میومدن پیش من روانکاوی. توی این نمایشگاه تقریباً همه معتقد بودن به خالکوبی باید به عنوان یه بخش دائمی از وجودتون فکر کنید. اگه تصمیمتون رو گرفتید که سر سفره این خالکوب‌ها بشینید و بله رو بگین، اولاً تمام نکات بهداشتی رو رعایت کنید. دوماً بدونید که طلاقتون هم درد داره، هم ممکنه آثارش تا آخر عمر باهاتون بمونه. خانم دکتر کتی تقی‌پور متخصص پوست مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر، بعد از خالکوبی وقتی که جوهر وارد پوست ما میشه دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ در واقع یه ماده رنگی تزریق میشه زیر پوست و قرار داده میشه توی قشر پوست به نام درم که قشر زیری پوست هست. این باعث میشه که سیستم ایمنی بدن احساس کنه که یک جسم خارجی در بدن هست و سلولای ایمنی میان که این مواد رو جذب کنن. این رنگدانه ها جذب این سلولای ایمنی میشن و همونطور زیر پوست باقی میمونن و این باعث میشه که به مدت طولانی این رنگ ها باقی بمونن موقعی که خالکوبی میشه. پس در واقع سیستم ایمنی یا اون سلولهای ایمنی این رنگ رو جذب میکنن، این آسیبی به بدن وارد نمیکنه؟ بعضی مواقع این خودش رو نشون میده وقتی که سیستم ایمنی زیاد تحریک بشه، به صورت یک ضایعات قرمز مانند و برجسته در جایی که خالکوبی شده این دیده میشه که ممکنه بعد علاج کردنش مشکل باشه. به صورت تاول یا فکر میکنیم به صورت مثلا نودول باشه؟ به صورت پاپیول و نودول. به غیر از نودول و پاپول ها و ضایعاتی که در سطحی که خالکوبی اتفاق افتاده ایجاد میشه، آیا عفونت پوستی یا عفونت های دیگه در داخل بدن هم ایجاد میکنه؟ بله، یکی از نقش های مهم پوست به عنوان یک عضو بدن اینه که بدن رو محافظت کنه از محیط خارجی. وقتی که این لایه محافظ از بین بره یا اینکه صدمه پیدا کنه با سوزن خالکوبی، این باعث میشه که بدن آمادگی اینو داشته باشه که عفونت بگیره. یا این میتونه عفونت موضعی توی خود پوست باشه یا عفونتی که از طریق خون پخش میشه توی بدن، مثل HIV یا مثل هپاتیت B و یا C. وقتی که این جوهر رو ما به پوست در واقع تزریق میکنیم، آیا امکانش هست که وارد جریان خون هم بشه؟ به خاطر اینکه این قرار داده میشه در درم که همون لایه دوم پوست هست، توی درم عروق کوچکی وجود داره که اینا میتونن جذب کنن این جوهرا رو و از طریق جریان خون میتونه پخش بشه به جای دیگه. بعضیا نگران هستن که خود خالکوبی یا حتی پروسه از بین بردن خالکوبی با لیزر ممکنه که باعث بروز سرطان بشه. آیا این نگرانی یک دلیل علمی هم داره؟ رنگدانهای خالکوبی در غدد لنفاوی پیدا شدن که این چاپ شده تو مجله‌های پزشکی و این نشون دهنده اینه که این رنگدانها فقط زیر پوست نیستن و میتونن به جای دیگه بدن هم منتقل بشن. ولی هیچ آماری نیست که نشون بده که کسانی که خالکوبی میکنن
بیشتر میتونن مبتلا به سرطان بشن. خطرناک‌ترین قسمتی از پوست و بدن که نباید خالکوبی بشه چه قسمت‌هایی هست؟ همونطور که میدونین سرطان بدخیم پوست به نام ملانوم در واقع از خالها شروع میشه. در نتیجه مهمه هر شخصی بتونه خالهاشو زیر نظر بگیره مرتب و اگر تغییراتی توی این خالها انجام میشه مشورت کنه با یک متخصص. وقتی که خالکوبی طوری باشه که این خالها رو پوشیده باشه این خیلی مشکل میشه و این خیلی مهمه به خاطر اینکه سرطان پوست وقتی که تشخیص داده بشه زود باعث علاجه، ولی وقتی که پوشیده شده با رنگ دانه این مشکل تر میشه که تشخیص داده بشه و دیگه دیره بر واقع برای درمان ممکنه که دیر بشه. فرض کنید من تصمیم گرفتم که خالکوبی کنم یه قسمت از بدن رو، چه اصولی رو من باید رعایت کنم قبل از خالکوبی؟ مهمترین مسئله اینه که شخصی رو انتخاب کنین که جواز خالکوبی داشته باشه و تجربه خالکوبی داشته باشه و محلی که خالکوبی انجام خواهد شد جایی باشه که تمیز باشه و موادی که استفاده میکنن مثلا سوزنایی که استفاده میکنن همه باید یک بار مصرف باشه و همه باید استریل باشه. یکی از راههایی که میتونیم متوجه بشین که این محل کاملا تمیز میشه اینه که سیستم اتوکلاو، ماشین اتوکلاو باید اونجا باشه. مثلا وقتی که خالکوبی میخواد رو دست انجام بشه اون سطحی که دست روش قرار گرفته میشه که خالکوبی بشه باید تمیز و استریل باشه. آرتیست خالکوب باید حتما دستش باشه و شما میتونین بپرسین ازشون بخواین که جلوی شما دستاشونو بشورن. رنگ هایی که استفاده میکنن باید مطمئن باشین که تاریخ مصرفشون از بین نرفته، اینجا روی رنگ میشه دید. و سوزنی که استفاده میشه برای خالکوبی باید یه بار مصرف باشه. شما میتونین از آرتیست بخواین که جلوی شما سوزن عوض کنه و سوزن ها معمولا یک بار مصرفه که میبینین استریل هست که میتونه باز بشه و سر اون دستگاه قرار بگیره. اینجا کسانی که آرتیست خالکوبی هستن یعنی این کار انجام میدن دوره های آموزشی رو پشت سر میگذارن و مجوز میگیرن، اما در ایران و افغانستان اینطور نیست. چه خطراتی رو میتونه داشته باشه؟ بزرگترین ریسک محل خالکوبی که کنترل نشه اگر همه چی استریل نباشه یا تمیز نباشه، مهمترین ریسک همون عفونت هستش که میتونه عفونت پوستی باشه یا عفونت های مهمتر از اون مثل هپاتیت یا HIV. معمولا میگن قبل از اینکه خالکوبی انجام بشه بهتر که یه تست روی قسمت کوچیکی از پوست انجام بشه که ببینن حساسیت داره یا نه. آیا این مؤثر هست واقعا یا نه؟ ضرری نداره که تست موضعی انجام بشه، ولی معمولاً توی محلهای خالکوبی این تست برای 24 ساعت یا 48 ساعت صورت میگیره، ولی خیلی از واکنشهایی که آدم میتونه داشته باشه به خالکوبی خیلی دیرتر از اون پیش میاد. بنابراین اگه تست منفی باشه دلیل نمیشه که هیچ مسئله در آینده پیش نخواهد اومد. معمولاً خالکوبی دردناک هست. آیا میشه قبل از خالکوبی از بیهسی موضعی استفاده کرد؟ بیهسی موضعی که تزریق بشه زیر پوست کاری نیست که آرتیستای خالکوبی بتونن انجام بدن، برای اینکه صلاحیت پزشکی یا پرستاری لازم داره. ولی کرمایی هستن که میتونن بیهسی ایجاد کنن روی پوست، منتها اینا فقط اثرشون منزه یک ساعته. در اینجا اگر خالکوبی کوچیک باشه ممکنه اینا مفید باشن، ولی اگه خالکوبی یک جای بزرگی باشه مثلا تمام دست یا تمام سینه این کافی نیستش. پس برای سطح وسیع‌تری از پوست که میخواد خالکوبی انجام بشه و درد زیاده چه توصیه‌ای شما میکنید؟ قبل از خالکوبی میشه قرصایی مثل پاراسیتامول یا استامینوفن مصرف کرد به دوزایی که توصیه شده که این اثر میکنه برای اینکه دردی خود کمتر احساس بشه، ولی بهتره که از خوردن قرصایی که شامل آسپرین یا ایبوپروفن میشن خودداری کنیم، برای اینکه اینا باعث میشن که خونریزی بشه زیر پوست. پس اینطور که من متوجه شدم بهتره که قبل از خالکوبی اون فرد اول با پزشک خودش مشورتی بکنه. بله خیلی مهمه، چون خیلی اشخاص دواهایی میخورن که باعث میشه خونشون رقیق بشه به خاطر مسائل عروقی، مسائل قلبی، و این موقع وقتی که خالکوبی بشه باعث میشه که خونریزی زیر پوست انجام بشه. و بعضی بیماری که مسائل پوستی دارن حتما باید با دکترشون مشورت کنن، چون بعضی بیماری پوستی مثل سوریاس یا اکزما میتونن بدتر بشن بعد از خالکوبی. ممکنه که بدن ما به این جوهر یا رنگ ها حساسیت بده؟ بله، بعضی از این رنگدان‌ها بستگی داره که چطوری ساخته شده باشن میتونن باعث آلرژی بشن. بیشتر آلرژی‌ها مال رنگدان‌های قرمز یا رنگایی که شبیه به قرمز مثل صورتی یا نارنجی.
این باعث میشه که اون قسمتی که خالکوبی شده دور و بر این رنگدانه ها قرمز میشه پوست و خارش پیدا بکنه. ملتهب میشه. ملتهب میشه بله. فرض کنیم که فردی پشیمون شده و میخواد خالکوبی رو پاک کنه. چطور میتونه این کارو انجام بده؟ خالکوبی رو میشه با جراحی برداشت، ولی این روزا بیشتر لیزر استفاده میشه برای از بین بردن خالکوبی. لیزر رنگای تیره رو بهتر از بین میبره تا بقیه رنگدانه ها. در نتیجه این باعث میشه که قسمتی که خالکوبی شده و میخواد پاک بشه کاملا پاک نشه، هنوز بعضی رنگ ها وجود داشته باشه. و اساسش هم بر اینه که رنگدانه هایی که تیره هستن لیزر رو جذب میکنن به خودشون و این لیزر باعث میشه اینا پخش بشن و تبدیل بشن به ذرات کوچیک‌تر و این باعث میشه که دیده نشن زیر پوست، ولی هنوز در بدن باقی خواهند بود. پس به نظر میرسه که پاک کردن خالکوبی از خود خالکوبی هم مشکل‌تر هم که دردناک‌تر. دقیقاً همینه و برای همین مهم هستش که قبل از اینکه تصمیم به خالکوبی بگیریم به همه اینا فکر کنیم که وقتی که اگه پشیمون شدیم و خواستیم خالکوبی رو از بین ببریم اون پروسه خود سخت‌تر از خود خالکوبی کردن. خیلی ممنون خانم دکتر از توضیحاتتون. آیا سیر و سرکه واقعا فشار خون رو پایین میارن؟ مصرف سیر و سرکه باعث کنترل فشار خون نمیشه. درسته که قدیمی ها میگفتن سیر و سرکه شفا بخش هستند و باعث زندگی طولانی تر و سالم تری میشن، ولی این فقط یه باور قدیمیه. مطالعات اخیر نشون داده که مصرف سیر میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو تقویت کنه، همینطور در درمان مشکلات تنفسی کمک کننده است. سیر خاصیت مبارزه و مقابله با باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها رو داره. در رابطه با سرکه هم در ژاپن تحقیقاتی شده و نشون داده که سرکه از تجمع چربی در بدن جلوگیری میکنه. اما باید به توصیه متخصصان گوش بدیم. توصیه اونها این است که برای داشتن یک فشار خون طبیعی و سالم باید رژیم غذایی سالم و مناسب و متعادل و همچنین به اندازه کافی ورزش و فعالیت جسمانی داشته باشیم. اگر فشار خون بالایی داریم سیر و سرکه نمیتونه جایگزین دارو باشه. حتما باید به پزشک مراجعه کنین و دارویی رو که پزشکتون تجویز میکنه رو استفاده کنید. در بخش درگوشی های این برنامه دکتر سارا ناصرزاده رواندرمانگر جنسی در مورد اثر تماشای فیلم های پورن روی رابطه زوج ها با شما صحبت میکنن. لازم به یادآوری است که این بخش از برنامه مناسب کودکان نیست. سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. در این برنامه میخوام به پرسش های شما در مورد تماشای فیلم های پورن و تاثیر اون بر روی روابط زوج ها و مغز فرد صحبت بکنم. فیلم های پورن معمولاً بیشتر توسط آقایون و برای مخاطب آقا تولید میشه، ولی یک سری منابع دیگه هستن که منابع اروتیک تحریک کننده هستن که معمولاً بعضاً باز توسط آقایون برای مخاطب خانوم تهیه میشن، اکثراً که به مقاصد تجاری تهیه میشن، اکثراً که تقریباً همشون، و هیچ کدوم قصد آموزش دادن ندارن. توسط کسایی هم آماده نمیشن و تهیه نمیشن که کارشون آموزش بهداشت و سلامت جنسیه. به دو دلیل معمولا افراد از این منابع استفاده میکنن. یکیش اینه که افراد از این منابع استفاده میکنن به دلیل اینکه میخوان آموزش جنسی ببینن برای خودشون. یکی دیگه قضیه، دلیل دیگه که به اینا مراجعه میکنن، دلیل بیشترش اینه که میخوان که برای برانگیختگی از این فیلم ها استفاده بکنن و برای خودارضاییشون. گروه اول که برای آموزش دادن خودشون از این فیلم ها استفاده میکنن 100% دچار مشکل میشن در یک جایی از رابطهشون. دلیلش هم اینه که یادتون باشه این فیلم ها بر اساس تخیلات ساخته شده. یعنی چی؟ یعنی حتی اندام های تناسلی، اون روابطی که تو این فیلم ها نشون داده میشن، اینا همش بر طبق تخیلات فرده، نه اینی که حالا تو زندگی واقعی هیچ کس اتفاق نمیفته، ولی اکثرا اینطور نیست. یعنی که زوجها به ما مراجعه میکنن خیلی عصبی هستن از اینی که چندین ماهه یا بعضن چندین ساله که با هم رابطه جنسی برقرار نکردن و بعد خانم تازه متوجه شدن که آقا در تمام این مدت خودارضایی میکردن، از پورن استفاده میکردن و خب این واقعا خیلی به دل سردیشون منجر میشه و به دل شکستگی اون شریک جنسی که دارن. بنابراین این مشکلات هم هست که پورن برای رابطه جنسی زوجها میتونه ایجاد بکنه. مدلی که این پورن ها طراحی میشن، این مطالب طراحی میشن به این صورته که از خانوم
این تصویر رو نشون میدن که بیشتر و بیشتر حالا اکثرا جوان هستن، هم صورتشون، هم بدنشون، هم اندامهای تناسلیشون. مثلا همه چی باید صورتی باشه، همه چی باید بدون مو باشه، همه چی یه جورایی به پیش از سن بلوغ نزدیکتر باشه. و این تصویر غلط رو هم برای خانم ها هم برای آقایون ایجاد کرده که با ما تماس میگیرن میگن چرا من این شکلی حالت تناسلی، یا حالت تناسلی خانمم چرا این شکلیه. بیشتر خانم ها با ما تماس میگیرن میگن من چرا اون شکلی نیستم، در صورتی که دو تا فاکتور رو در نظر نمیگیرن، دو تا عامل رو در نظر نمیگیرن. یکی اینی که اکثر این پورن ها نگاه کنین ببینین که با چه نژادی اون طرف هست. مثلا اگر که یک خانمی هستش که بلوند سفید پوسته و از یک نژاد دیگه است، خب بدنش مسلما با شما متفاوته. یک مسئله دیگه هم که در نظر بگیرین اینه که مقدار عملهای جراحی و کارهایی که انجام میشه که اون ناحیه تناسلی رو به صورتی در بیاره که برای مخاطب مرد، میانگینه مخاطب مرد، یه مقداری بیشتر جالبتر بکنه، براشون تهییج جنسی بیشتری رو فراهم بکنه. یک قضیه دیگه هم که توسط این فیلم ها تشویق میشه در روابط زوجها اینه که خانم ها فقط از دخول لذت میبرن، فقط از روابط خشن لذت میبرن و اینه که هیچ مکالمه اتفاق نمیفته که وقتی که مثلا یه آقا خانم کنار هم قرار میگیرن آیا این کاری که آقا داره میکنه به خانم لذت میده، اصلا براش جالب هست. یه پیغام غلط دیگه که فرستاده میشه اینه که آقایون تحت هر شرایطی توی هر جایی که باشن آمادگی کامل رابطه جنسی دارن، در صورتی که تو زندگی واقعی اصلا این امکان نداره. طرف ممکنه خسته باشه، طرف ممکنه عصبانی باشه از طرف دست شریک جنسی، چهزار صد جور فاکتور دیگه. یکی دیگه زوجا میان به ما میگن که در فیلم‌های پورن نشون داده میشه که وقتی که رابطه زوجا برقرار میشه، رابطه جنسیشون چطوره که ما همیشه برای سالها فقط یک پوزیشن یا یک حالت جنسی رو تجربه کردیم، ولی وقتی که تو این فیلم‌ها رو شما نگاه می‌کنین از یک پوزیشن به پوزیشن دیگه میرم، آقام نوزش هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنه، خانومم داره لذت می‌بره، هیچ خشکی هم براش اتفاق نمی‌افته و پس این مشکل ما، چون همه میتونن این کارو بکنن. یا بعد آقایون میان به ما میگن که چرا، مخصوصا جوان‌ترها سوال میکنن که چرا پس مایه منی من انقدر کمه. اینا تمام تصاویر غیر واقعیه که اگه اینا تنها منابعی باشه که در دست افراده، اینا مدام به خودشون شک میکنن و اعتماد به نفس جنسیشون به حدی میاد پایین که اصلا حاضر نیستن که توی رابطه جنسیشون یه رابطه معمولی و عادی رو برقرار بکنن. مثلا آقای محترمی از اهواز برای من نوشته بودن که خانم من به شدت سرد مزاج هستن، چرا که من تمام این فیلم ها رو نگاه کردم، همه اینها رو روی خانمم انجام دادم و مخصوصا کاری که دوست دارم انجام بدم اینه که مشتمو من داخل واژن بکنم و من اینو خیلی دیدم، خانم هایی که تو این فیلم ها بودن خیلی هم لذت بردن، خانم من هیچ هم خوشش نمیاد از این کار و اصلا کم کم رفته رفته دوست نداره که با من رابطه جنسی داشته باشه. ببینید باز برمیگردیم به این قضیه که تفاوت بین تخیل که توی این فیلم‌ها نشون داده میشه و واقعیتی که شریک جنسیتون از اون لذت میبره. شما توی رابطه واقعی با یه آدم واقعی هستین. این خانم همسر شماست، احتمالاً مادر فرزندای شماست. و در مورد همین قضیه فیستینگ یا همین استفاده از مشت هم براتون بگم که یه چند تا مورد دیگه هم رسیده بود برای من. فکر میکنم ممکنه شایع‌تر از اون چیزی باشه که فکر میکنیم، اینه که وارد کردن اجسام به داخل واژن، حالا اعضای بدن یا چیزای دیگه، فقط در 6% هنرپیشه‌های پورن اتفاق میفته و اونام اکثرا کسایی هستن که خیلی جوونن، تازه کارن، قدرت نگفتن ندارن، بنابراین اونان که بیشتر اجازه میدن یه همچین فیلم‌هایی حتی ازشون گرفته بشه. یعنی حتی با وجودی که پول میگیرن مردم راضی نیستن این کارا رو انجام بدن، برای این نمیشه توقع داشت از همسرتون که راضی باشه هر کاری رو انجام بده. این رو هم بگم که ما تا به اینجا روی اثرات منفی تماشای پورن تمرکز کردیم، ولی بسته به فرهنگ، بسته به نوعی که نوع این منابعی که استفاده میشه، مطالبی که درونش هست و رابطه زوج به صورت کلی، اینا متفاوته اون برداشتی که زوج ازش میکنن و استفاده ایم که میکنن. یک مطالعه در سال 2011 مطالعه خیلی خوبی بود، 3 گروه زوج رو در نظر گرفتن، شماره بالایی هم بود، یعنی میشه بهش به قول معروف اطمینان کرد، البته توی فرهنگ نروژ. این که گفته بودن که اون زوجهایی که با هم نگاه میکردن این مطالب رو، مطالبی که جفتشون هم دوست داشتن، یعنی نه اینی که یکی بیاد بگه بزور بشین اینو نگاه کن چون من دوست دارم، یا اینی که طرف نتونه به شریک جنسیش بگه که این برای من اصلا توهین‌آمیزه، تحقیرآمیزه، نمیخوام نگاه کنم، چه مرد چه زن،
اینا با هم تفاهم کردن، یک مطالب رو انتخاب کردن، با هم نگاه میکردن، تعداد دفعاتی که رابطه جنسی داشتن بیشتر بود توی اون گروه سوم، و اینی که خیلی بازتر راجع به قضایای جنسی با هم صحبت میکردن، یعنی که چی دوست دارن چی دوست ندارن، بعد میتونستن با هم دیگه صحبت کنن، مثلا این چیزی که دیدی بیا امتحان بکنیم، یا این چیزی که دیدی من هرگز دوست ندارم امتحان بکنم. از اون استفاده میکردن که یه بحث رو بین خودشون جا بندازن و اون آموزش به قول معروف رابطه جنسی بین خودشون رو بالا ببرن. ولی چون جفتشون با هم نگاه میکردن، تاثیر اتفاقا مثبتی هم داشته. اینم پس ذهنتون داشته باشین که ممکنه برای رابطه شما این اصلا بتونه کار بکنه. امیدوارم به برخی از پرسشاتون در این مورد جواب داده باشم. تندرست و شاد باشید. ممنون از استقبال شما از برنامه قبلی 37 درجه که در مورد پیشگیری از آزار جنسی کودکان بود. همه برنامه‌های 37 درجه رو در پلیلیست 37 درجه در یوتیوب بی بی سی فارسی میتونید ببینید. همینطور در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه میتونید برنامه رو دنبال کنین. به ما ایمیل بزنین cohub@bbc.co.uk. تنتون سالم، دلتون شاد، روانتون آرام.